و نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای بررسی بازارها از لینکن و البته از طریق اسکایپ با من هستن. آقای چاوشی، بازار ارز رو که من نگاه می‌کردم دوباره قیمت‌ها صعودی بودن و قیمت دلار بازار آزاد 150 تومان افزایش قیمت داشت. امروز قیمت دلار بازم صعودی بود، هرچند درصد رشدش خیلی زیاد نبود، ولی از این نظر مهمه که خب این قیمتی که امروز ثبت شد 28550 تومان بالاترین قیمت دلار توی 4 ماه گذشته است تقریبا. یعنی از نیمه دی 1400 به این طرف ما دلار رو تو این سطح ندیده بودیم. دلار صرافی ملی البته کماکان تو همون کانال 25000 تومانی نوسان میکنه، فاصله قیمتیش با دلار بازار آزاد دوباره داره میرسه به 3000 تومان که رقم بالاییه. حواله دلار سامانه ایلی ما تنها شاخص نزولی امروز بوده، یعنی یورو و حواله درهم هم رشد داشتن. به نظر میاد که خبرهایی که درباره سفر انریکه مورا، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، همینطور سفر امیر قطر به تهران منتشر شده، اثر مثبت چندانی نذاشته روی بازار. فعالای بازار ظاهرا خیلی امیدوار نیستن که اینا به نتیجه برسه، با اینکه گفته شده که امیر قطر حامل پیام آمریکا به ایران احتمالاً، ولی دست کم هنوز که اثر مثبتی ازش توی بازار ندیدیم. ضمن اینکه خب فضای امنیتی و بگیر و ببند توی بازار هم همچنان ادامه داره. امروز رئیس قوه قضاییه دوباره گفته ما در زمینه مدیریت ارز می‌خوایم به دولت کمک کنیم. با توجه به اینکه خب دولت پروژه حذف دلار 4200 رو هم در دست اجرا داره، به نظر میاد که فضای کلی بازارها یه مقدار امنیتی‌تر هم میشه. آقای چاوشی، در بازار رمزارزها هم روند ریزش این بازارها همچنان ادامه داره، جزئیاتی دارین در این مورد؟ کاملا درسته، روند نزولی قیمت‌ها تقریبا یک ماه و نیمه که شروع شده، به 24 ساعت گذشته هم ادامه پیدا کرد. قیمت بیت کوین مثلا کمتر از 33 هزار دلار هم شد که توی 10 ماه اخیر مسابقه بوده. نکته دیگه این که توی آخر هفته‌ای که تو بازارهای جهانی پشت سر گذاشته شد، عملاً ششمین هفته‌ای رو داشتیم که عملکرد هفتگی بیت کوین منفی می‌شد و این اتفاق، یعنی 6 هفته منفی پشت سر هم، از سال 2014 تا حالا سابقه نداشته. اینا خب اتفاقایی هستند که خیلی‌ها رو تو بازار رمزارزها نگران کرده. مارکت کپ کل بازار هم امروز کمتر از 1600 میلیارد دلار شد، نزدیک 6% افت کرد. ضمن اینکه خب فقط هم قضیه بیت کوین و اتریوم نبوده دیگه، تقریباً همه ارزهای مهم بازار قرمزپوش بودن. بین 10 تا رمزارز بزرگ افت‌های بالای 10% رو هم میشه دید، از جمله درباره پولکادات و کاردانو. شیبا اینو هم که البته تو این لیست نیست ولی خب ایرانی‌ها خیلی بهش علاقه‌مندن، اشاره کنم اونم روز بعدی داشت 12-13% افت کرد. نمودار بیت کوین رو اگر ببینیم، روند نزولی کاملا مشهوده، از بالای 34 هزار دلار همونطور که اشاره کردم تا کانال 32 هزار دلاری هم افت کرد. اتریوم هم از بالای 2500 دلار تا محدوده 2300 دلاری افت کرد. در بازار طلا هم همینطور که میبینیم کمی افت قیمت رو داشتیم. بله، خب بازار جهانی طلا امروز که اولین روز کاری در هفته میلادی بود منفی باز شد. اونس تا کانال 1850 دلار هم رفت پایین. در نتیجه قیمت طلا و سکه هم بیشتر از اون تاثیر گرفت. سکه تمام 45 هزار تومان ارزون شد، 0.3%. نیم سکه البته سعودی بود، 50 هزار تومان گرون شد. مزنه و طلای گرمی هم 0.5% افت کردن. وضعیت بورس رو سهام هم با هم ببینیم. نقشه بازار رنگ قرمز بیشتر دیده میشه آقای چاوشی. بله، امروز در مجموع بازار منفی بود و خب با توجه به اینکه یه مدتی بود بازار یک ذره مثبت بود، قابل توجه حساب میشه. امروز شاخص کل بعد از 5 روز کاری مثبت و شاخص هموز بعد از 15 روز کاری مثبت هر دوشون منفی شدن. افت شاخص کل البته همچنان بیشتر بود، حدود 0.8%. نسبت نمادهای مثبت به کل بازار رو هم می‌بینیم که نشون میده تقریبا 2/3 بازار قرمز پوش بوده. از نظر تحلیلگرای تکنیکال، نزدیک شدن شاخص کل به محدوده قله سال 1400 اش که تو همین کانال 1.5 میلیون واحدیه عامل توقف رشد بوده. البته خب بعضیا هم میگن که بعد از این رشد پیوسته بازار که تو این 3-4 ماه اخیر ادامه داشته، ممکنه یه مقدار استراحت به اصطلاح برای بورس لازم بوده. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی که برای بررسی بازار از لینکن با من بودین، ممنون.